به نام و یاد خداوند مهربان، عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های چهار بازار. امروز آمدیم به بازار میوه فروشا. فصل میوه های تازه در هرات است و میخواییم صحبتی داشته باشین با دکاندارای عزیز و عزیزانی که در بخش میوه کار میکنن. در ابتدای این مسیر دکان های زیاد است، ولی دوباره یکی از دکان هایی میشیم که در اینجی قرار دارن. ببینیم که چقدر میوه های تازه، پاک و خوب است در اینجی. سلام، شما خوبین برور؟ سلام، خوب هستیم، بخیر، سلامتی؟ تشکر، سلامت باشین، خوب و خوش هستین؟ شکر، هم دارم، شما خوبین؟ مصروف چی کار بودین؟ هم مصروف کار، میوه چی سرد میکنیم، خرابش جدا میکنیم، باز چی تازه هاشو برون میشینیم. میوه های خوب و خراب ارجاد آن؟ آه، بله. نام مبارک شما؟ حسین. حسین جان، مسئول ای دکان که؟ مسئول ای آقا. خب، دوست ما هم فکر کنم مشتری دارن و باشه که کار از اونا در اونجا خلاص بشه. حسین جان، چی میوه هست اینجا گا؟ یه میوه ایر بزنگ میگه شبرنگ. شبرنگ میگه؟ آه، شبرنگ هم میگه، شلیر هم میگه. شلیر هم گفته میشه. از کجا میای اینا؟ اینا بیشتر از زیارت جا، از خود هرات. از زیارت جا؟ خب، برای فعلا کدک میوه خارجی اینا داره؟ فعلا نه، فعلا طبعا 90% هم بیشتر میوه هرات دیگه، 10% هم کیله و پرتقال اینا که از خارج میاد. برای فعلا خدا رو شکر همگی میوه هایی که در اینجا هست میوه هرات و مردم میتونن خیلی راحتی از این میوه استفاده کنن. مخیم وقتی اینا دستچین میشه و گفته شما سرد میشه، جدا میشه، رنگ خوبی هم خوب میگیره. آه دیگه، خب میوه تازه میخواه رنگ میگیره. خب بیشتر مردم مشتری به خاطر هم رنگ و تیز ایناش میگیره و استفاده میکنه. هرچی که تمیزتر باشه، اگر طرف بیای مثلا 1 کیلو خواسته باشه، شاید 2-3 کیلو بگیره. بله، بسیار خوب. دوست عزیز ما فارغ نشدن، نمیفهمم خود از اینا صحبت داشته باشین. خب باشه، تا که اونا میاین خود شما یک چند دقیقه دیگه هم صحبت میکنیم. حسین جان عزیز، خب از این میوه هایی که در اینجا هست اگر که برای ما نام ببرین خیلی خوشحال میشم. خب بزن، آلو زرد میگن، یه آلو سیاه گرنگج هم میگن، زردالو هم میگن، و شفتالو دونه و شفتالو داریم، شفتالو پیوندی هم هسته و یه شفتالو از خود ایراته، تخم خود ایراته، سفیده شفتالو. این شفتالو مربوطه کجا میشه گفتین؟ او هم چی از خود ایراته هست، ولی اونا پیوندیه. پیوندی و مربوط به دگه جا میشه؟ دگه جا میشه، بله. این آلوهای سیاه فصل از اینا همین موقعه؟ بله، اینا بیشتر همین بحث میه بخواد بده یاره که قبلا چی؟ بعد از سال نمیدن که میه یکم رستر میه، بعد سال بسا چی درشتر سیاتر میشه، میه آلو گرنگیج هم میگه. اینا معمولا کمی کم پیداتر همین آلوهای سیاه بعضی دوکان ها دارن، سرچرخ ها هست ولی خیلی کمتر. خب بعض ما که از این مشتری دارم باغدارا، بیشتر برای ما همین سابق دار اینجا چی هسته، سابق دارن همه خلاف هم که میارن، هم مشتری سابق دارن اینا برایشون دستچین میارن از سابق چی میکنن، ولی چرخه که از اونا بار واضح‌تر میخره، ارزان‌تر میخره اینا. بله، و زردالو دیگه یکی از میوه های کمیاب و بهترین میوه خوشمزه. بله، خود شما کدوم میوه خوش داری میسیم؟ برام فرق نمیکنه، همه میوه نعمت خدای دیگه، فرق نمیکنه، همه گیر دوست داره. بله، باز این میوه دیگه هر کدوم از اینا یک طعم خاصه و یک مزه و ذائقه خاصه به خود. بله، هندونا چی نو هندونایه؟ هندونا هم دونه، هندونه هندونه از سفید هم هسته، از او باز از ابلاغ هم هسته. باز این هندونا، هندونای کجای؟ اینا هندونا هم از خود هرات، از طرف همین چی؟ طرف شندن اینجا میه. اینا ویندونر به نام چی یاد میکنم؟ تا اونا ویندونر چی تفاوتای داره، چی نو بیتری های داره؟ ویندونر یار بیشتر مردم از ابلاغ استفاده میکنن، از اون خیلی چی استفادهش کمتر است، اونا هم شیرین تر، هم تخم کم داره، باز اینا بس تخم زیاد داره. باز اینا ویندونر سفید میگن، باز اونا ویندونر چی؟ کدام یک شیرین تر؟ شیرین تر ابلاغ بیشتر سبزا اونا بهتره. بسیار خوب، من فکر کنم مسئول دکان آمدن، درسته؟ سلام، خوبین شما؟ سلام، خوب هستین، خیلی خیلی تر اینجان شما. بسیار تشکر، معرفی داشته باشین. این جانب رضایی هستم، یکی از میوه فروش های شهر هرات. آقای رضایی عزیز، نام خدا سر شما، شلوغه؟ دو ساعت هستن من. بله بله، ما در ابتدا آمدیم، شما فکر کنم مصروف بودین. بله، مصروف هم مشتری.
چینه و میوه هایی داریم قبلا گرچه حسین جان برای ما توضیح دادن، اگر شما بیشتر بگینید میوه از کجا میاید؟ میوه فصلی خود ایرات هست، بیشتر میوه سر درختی هست، زردالو هست، شفتالو یا آلو هست، میوه خود ایرات هست. در دیگه فصل ها که دیگه میوه ایرات نباشه دیگه شما از دیگه جا شاید میوه بارید؟ بیشتر میوه ایرانی میه، بله میوه ایرانی هست، بعضی قلم ها میوه از پاکستان هم میه، منطقه بیشتر میوه ایرانی هست. بسیار، من بیشتر از ایران. بله ایران هم سر. از این میوه صادرات هم داریم؟ والا فکر میکنم کم و بیش صادرات شوه، مثلا انگور میره کمتر؟ آر آه میره، انار میره، انگور میره، منطقه زردالو شفتالو خیلی نمیشه، صادرات نمیشه اینا. نمیشه. و آلوهایی که به اینجا گاه هست فکر کنم جدیدن آمده داریم؟ بله آلو، این آلو بالویه، آلو بالو، آلو کابل هست، دور ایران هم هست، منطقه آلو بالوی کابل هست، کابل مه اینا. از اینا کلونتر هم هست درسته؟ آه آلو بالو. اونا به نام چی یاد میشه؟ اونا گیلاس هست. آلو گیلاس. آلو... خب اینا نام ها اینا فرق میکنم؟ آلو بالوی بعد آلو بالوی، اونا آلو گیلاس. اینا از کجا میای گفتین؟ یکی از کابل هم، منطقه ایرات هم داره. ایرات هم داره؟ بله. خب کدام یک بهتر تر؟ والا بس چیز خود دروشتر خیرات دروشتر هم. و این انگور هایی که آماده آقای رضایی عزیز به نام چی یاد میشه اینا؟ یه انگور خوب، انگور لعل است، باز انگور روچه هم داریم و انگور خلیلی هم داریم و یه انگور لعل است. انگور لعل بیاماده تازه آماده؟ ولی ها لعل های دشتی اینا. ولی ها چون اکثرا دوکان هم یه انگور روچه رو دارن. آه روچه یا لعل هم تازه آماده. بسیار خوب، تشکر آقای رضایی عزیز، نام خدا میوه های دستچین و زیبایی دار. ما به خدمت شما هست. تشکر. دوستان عزیز همچنان ما رو دنبال بکنین، با ما همراه باشین و همه قسمی که مشاهده میکنین شما میوه های بسیار تازه زیبا و وقتی طرف از اینا نگاه میشه دیگه اگر میلی هم نداشته باشیم حتما میل پیدا میشه به شما. خبیت پیشتر میاییم باریم با ما همراه باشیم. سلام سلام، خوب و خوش هستیم؟ شکر، سلامت باشین، جور باشین. معرفی هم داشته باشین؟ حفیظ الله هم. حفیظ الله جان، نوش جان شما میبا بخورم. سلامت باشین. تشکر، سلامت باشین. شما هم معمولا در همین مسیر میوه های خوش رنگ و تازه ای دارید؟ بله هم، بله هم. خیلی خوبه، چی میوه به ایدی کنی افنش؟ همین هایی که دیگه مشاهده میکنیم دیگه. بیشتر سیب دیده میشه اینجی؟ شبرنگ، زردالو، شفتالو، شفتالو داخل کارتان ها هست اینجا که آمان. این سیبا این مدل تازه آمده؟ بله این سیبا ایرات دیگه سر کرده. بله فصل از این سیبا دیگه همین موقع شاید تازه باشه؟ بله تازه سر میکنه دیگه، باز دو ماهی هست خلاص. برای دو ماه؟ بله برای دو ماه زیادتر نیه. این هم سیبا به نام چی یاد میشه؟ اینا سب تقریبا سب ساق میگم، سب بغل سرخ میگم، هم سب بغل ساق. بله بسیار خوب. و خربزه های زیبا هم که داخل دکان خربزه نیمروز از نیمروز میه. شیرین هست؟ شیرینه. بله گفتم مردم شما زمانت شیرین بودن رو میکنه؟ 80% بیشتر نه، بعض خیلی شیرینه بعض کمتر شیرینه دیگه. همون که نسبتا هم زیاد تلخ نباشه هم خیلی هم باز شیرین نباشه همون بیتره. اگه خیلی باید میگه شیرین ما این باید شما شکر بخوریم. ما دیگه خیلی شیرین نیه، به اندازه خواهی شیرینه. اگه گفتن شما اگر شیرین ماست باشیم دیگه شکر هم میشه که بالی برید. میشه بخورین شکر. خب چی رو تشخیص میدیم کمی خربزه خوب شیرینه؟ خب به موت برابر خربزه دیگه معلوم میشه دیگه سعی کنم. از رنگ؟ بله از جلی داره، بعضا رنگ میفهمین سنگین باشه خب شیرینه. برای ما هم یاد بدیم که اگر یک وقت خربزه میخریم باید چی رقم باشه که شیرین باشه. خربزه دیگه یعنی خیلی شیرینه، او شیرینه، اینا شیرینه، اینا شیرینه. خب خیلی صاف لفظه که اینا شیرین نیه، اون مثل ادو خیلی شیرین نیه، صاف کرد. اینا بعد جلی داره، اینا خوب شیرینه. خب همین جلی دارا شیرین. بله شیرین تره. ما تا حالا نمیفهمیدم دیگه. خوب از این وقت خربزه اگر ما سواشیم بستونیم نگاه میکنیم که جلی داشته باشه. جلی داشته باشه من شیرین تره. خیلی خوبه. اینا ناکه؟ بله اینا گلابی. امرود چه میگم؟ از هرات اینا. امرود؟ خب اینا به شیرینی خود چه رقم؟ اینا شیرین نیه خیلی. خیلی نیه؟ بله شیرین نیه، خیلی کیفیت خوبه نداره. اینا تو چی وقت دوام داره؟ اینا از اول تا آخر یک ماه بیشتر نیه. یک ماه دیگه. کیلو چندی هست یکیش میشه؟ نیم صد. بله نزدیک عیده دیگه مردم باز از ایبد میاین میوه خشک هم سراغ میکنن. بله هم میوه خوش میخرن، میوه تازه میخرن. بله
وقت خصوص طرف میوه تازه بخره نگاهی مندازه که میوه خشک اینجا هست از اونها خرید؟ بله از اونها خرید میکنم. بسیار خوبه. چند سال میشه به این محوطه دکان داره؟ خیلی وقته، یعنی شاید 15 سال بشه. 15 سال؟ 15 سال چی رقم سپری شد؟ خوبه دیگه، والله فهمیده باشه، باور میکنی؟ نفهمید. نه بابا تیر میشه میره. باز کار شما این میوه های تازه یه دیگه واقعا آدم تازه میشه داخل از این. خوبه، بد نیه. این میوه ها دیگه معمولا میوه فروش هایی که به این مسیر هست میوه های دستچین و سرد کرده دار. بله میوه خوب داریم، میوه وزد هم داریم، بازده خوب هم داریم، اکثر خوبه. معرفی داشته باشی؟ علیرضا هم دیگه یکی باشن دایران. علیرضا جان نام خدا خود موقعیتی هم میجی هست و کنار میوه هم ششته این شما؟ بله چی بار کنیم دیگه، کنار میوه بیکریه دیگه، ششته این دیگه. علیرضا جان شما هم با این عزیز ما که در دکان هستن همکارین یا نه مشروفیت دیگه دارم؟ آره بله همکارین. کار میوه دیگه معمولا شاید سقیل باشه، نیاز به چند نفر داشته باشه؟ بله دیگه نیاز به چند نفر داره دیگه، یک نفر ما یک بار بخره و یک نفر ما یک بفروشه و بچینه. یک نفر هم اینا رو باید لحظه به لحظه سورت بکنه، جدا بکنه؟ جدا کنه بله، میوه خوب تره باز دو سورت کنه میوه خوب. خیلی خوبه. کدوم یک از این میوه رو خوش داره؟ دیگه هر میوه، هم میوه خوبه دیگه. همه میوه خوبه؟ بله ها. نعمت خدای دیگه هر میوه. همگی خوبه دیگه. به کی مثل میشه میتونه میوه؟ خیلی نه راست میگه. تشکر علی رضا جان. سلام شما خوبین؟ حال شما خوبه، سلامتیم. ممنون قربان. تشکر، معرفی داشته باشین. علی احمد هم یک دم میوه فروشانه. علی احمد جان چند وقت میشه کار میوه پیش میبرید؟ تقریبا ما خب 14-15 سال میشه ولی که تقریبا از ما بسات ترکیری با پلوک از همسایه بینید نه این مجموعاً 15 سال میشه ما ترکیری. بیاییم که خودی شما بریم به کنار این ترکیری های تازه. علی احمد جان در کنار میوه حتما ترکیری هم نیازه. خب به 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 چقدر ترکری های تازه و زیبای. بله با دیگه تقریبا فصل نه دیگه فصل ترکری با مگر مجموعا تازه باشه اینا دیگه چون ترکری کم میمونه زود شاید بیارین شما ما مو اندازه که مثال ما حکس مونه با ما اندازه ضرورت که مثال ما روز هرچی که میفروشیم ما با مو تعداد میاد بک چیزی که مونه تقریبا روزانه میارین دیگه؟ روزانه میارین تر باقی مجموعا مگر روزانه وقت رایی که نظر از ایرات هست مثال از ولایت ها که باشه یا ایران که باشه مثال شاید زیادتر میارین یعنی فردا شاید از ایران نهیه ما با اندازه که مثال جنسی که باز خراب نشه با اندازه ضروری بیشتر تر میارین که فردا مارم بشه حالا از ایرات که هست صبح به صبح از زمین میکنم باز ما خریداری بکنم ایدون بار میارم. بسیار خوبه. ترکری ها کیلو چنده؟ ترکری ها کیلو 30 روپیه. کیلو 30 روپیه. ترکری ها تازه هسته؟ تازه تقریبا دیگه. بله تازه تقریبا چون هوا گرمه ترکیه خوخه هم مجموعا ما تازه میاره مثلا بعضا چیزهایی که مثلا از دیر روز میمونه خب کم خور ضعیفتر میشه خب باز تازه هم هست و خب چی میکنه. علی احمد جان این ترکیه ها جدا جدا میخرن یا نه از زر کدوم بالاخره یک مقداری برمدن؟ این مشتری ها مثال ما یا میخرن یعنی مشتری ها از ما خرن مشتری ها که میخرن مشتری ها که میخرن مثال بعضا میایم از این چند مدل یک مدل خوش ندارم بخونه انمیر میگن نمیگیرم مجموعا خودی هم میگیرم از 5-6 قلم یک قلم ایر نمیخواهم دیگر رو تقریبا همه مجموعا خودی هم سبزی گردم خودی هم برخنم در همه تا پا هم چی میشم. بسیار خوب. کوگو هم بیاماده علی احمد جان؟ کوگو مجموعه امسال چی از بسته از ایرات بودی چی ادگه واسه حالا کوگو از ایران بود امسال هم از ایراته کلن از ایراته امال اکم شکر از ایراته والا این مو شما چند وقت میشه که کوگو وارد بازار شد؟ کوگو چی قد نشد دائمی سال بود فعلا همی دو سال میشه دو سال هم هر فصل ایران؟ به هر فصل کوگو ما داره میشه آن نظر به فصل کوگو یک فصل داره که مثلا اون فصل که کدو فصل کوگویه؟ کوگو بهار هم بهار که میشه بعد بهار که هستم امو یک ماه کنی ماه که تیر میشه کوگو خیلی فراون میشه که مجموعا هنه کوگو به سه ایراد کوگو داره حالا نظر به این فصل های که کم میشه با ما مجموعا داریم به چون که چون مشتری گفتن شما داریم؟ قیام میکنه میاریم بله بله بالاخره خریدار داره دیگه خریدار داره خب من اندازه هر وقتی نظر باز میمه که نظر به فصله نه حالا گیت نه که ضروری کو وقتی که کو فراونه همه مردم کو میخورم حالا اگه به سالات مزه میمونه که طرف داره برن داشته باشم ضروری کو به سالات خوبه فروشی خو کمتر فایده هم داره کو فایده داره من هم ترکیه میگم که مجموعه فایده داره بله و دیگه
به این ترکری هم که آدم نگاه میکنه تازه میشه. تازه دیگه ما و شما به این ترکری با و میوه جات زنده هستیم دیگه، که تازه مگر اینا خوب باشه که تازه بمونه. ولی تازگی به همینا تازگی به همینا در کنار میوه دیگه باز اینا مهمتره. اول باید سبزیجات خورده بشه، مثلا بادنجان رومی، بادنجان سیاه و سایر مواد خوراکی که بعداً باز میوه هم نوشه جان. خود چون مثلا اگه ما و شما می غذایی که پخته میکنیم، اگه هر غذایی که ما و شما پخته کنیم گرجه بین خور داره، مثلا گرجه هست، به غیر از اینه هم که ما شما با این ضرورت داره که بانجان و بامیه و کدو اینا که هستن، ما از غذای ما و شما خیلی هستن همین. علی احمد جان تنهایی من جیانه هستن برادر؟ کلانتر مامانی میگه هستن. بسیار خوبه، باشه که ما خودی از اونا هم یک صحبت داشته باشیم. سلام، خوبین شما؟ سلام علیکم، خوبین، خیریه، سلامتیم، بخیریم. تشکر، معرفی داشته باشیم. عبدالقدیر یک تن از ترکری فروشان چوک و کلاها. عبدالقدیر جان فکر کنم سر شما شلوغ بود، مشتری داشته؟ من هم یک مشتری بودم، اینجا بیامده بود سودا میدادم برایم. چی بخریده؟ بامیه دادم، لوبی سبز دادم، پیاز دادم، دیگه امینه بابا بود دیگه. حتما برای چاش میخواستن آماده کنیم. ما دیگه برای چاش برای چی دیدیم. بسیار خوبه. اینا به نام لوبی سبز یاد میشه؟ اینو لوبی سبز هم میگم، فسیلی هم میگم به حساب. اینو دو رقم دو اسم داره ولی. اینا چی رقم آماده میشه؟ مثلا طریقی آماده و بر داخل غذا پخته میشه یا نه تنها آماده میشه؟ اینو به داخل برنج هم میکنم. دیگه داخل برنج هم میکنم، تنها هم پخته میکنم، قورمه هم به حساب جور میکنم، مثل به شکل بمی همیتم پخته میکنم، همی رقم پخته میشه. هر کس هر طریق دل خواست پخته میکنه؟ هر رقم که هر کس دل خوش داشته باشه، هر کس دل خواسته باشه اینو میتونه پخته میکنه. طریق های مختلفه بالاخره، هر کس هر رقم دوست داشته باشه دیگه. بسیار خوبه. عبدالقادر جان اینا به نام چی یاد میشه؟ اینو زنجفیل. زنجفیل، خب بسیار خوبه. اینا بعدن خشک میشه این زنجفیل ها یا نه؟ اول به دکونو که بطری ها که هست همین زنجفیل که اینا خشک میشه. اصلا فکر کنم مواد چیزی میزنم که اینا سفید میایه، اینا خشک میشه. باز همین تازی رو به حساب میکنم، تازه هم میارم. تقریبا 7-8-10 سال میشه که ما زنجفیل تازه میفروشیم. این پوست از این گرفته میشه عبدالقادر جان یا نه؟ والا همین پوست از این خوب کیفیتی داره. امیر که اگه خود پوست همین خراب خروبای بیرون میکنه، بعد همین پوست از این خو یک طعم خاصی داره. بعضی هستم پوست میکنم. ولی ما به حساب چی کردیم؟ تجربه کردیم به حساب همین چی از این؟ همین تجربه کردیم که یعنی من به داخل چای بنداختم، خود پوست که بکردم کیفیت نداشت. ایت خود پوست که بنداختم، بشیشتم بنداختم، خوب کیفیت بالایی داره. همین زنجفیل دازر داخل چای انداخت؟ فیل تازه داخل چای بلی هم. خب، برای چی خوبه از زنجفیل؟ برای هر، برای خوردن، برای خوب، برای هر چیزی خوبه. من تو باز گرم سردی، کسی که چربی داشته باشه، بیشتر به همین چیزا میبرم. زنجفیل که من دیدم داخل چای میندازم، معمولاً بیشتر زنجفیل خشک. حال زنجفیل تازه یه دیگه، تازه دیگه باز که محصر بشه دیگه چی بیتر؟ محصر حاله، حال یعنی خودم رو دروغ نکنه چیزی شاید حدود 10 سال میشه. ما خود ما پاکستان 10 سال پیش از زمین رو بیاوردم به دکون میفروختیم. مردم چه قدر از زنجفیل تازه استفاده میکنم نسبت به زنجفیل خود؟ میفهمیدم جلوان رو میشناختم. حال یعنی 80% مردم حال استفاده میکنم، همینایی که میشناسم 80% استفاده میکنم. عبدالقادر جان پیاز کچالو میگم گرون شده؟ فعلا کمی گرون تر. چرا؟ دیگه چیزی که از پاکستان هم نمیایه، از ایران هم نمیایه، بازم از اون وطن خود ما و شما رو بازم بیاگه حساب نگاه میکنیم گرون نیه. یعنی امکان داره ارزون تر هم بشه اینا، بیشتر کشت بشه؟ 100% پیاز ایران سر کرده. من اون پیازی که میبینیم امروز پیاز ایران تا می بیاوردم. ایران که بیای به خیر خوشی باز از فرا و نیمروز و دلارام و اینا میه به حساب، از امال فعلا از هلمند هم میه، از اطراف به حساب از دگا ولایت هم میه، باز کمی پایین تر میه. بله، من چندی هست پیاز کچلو؟ همین امروز من کچلو رو بیاوردم به 120 روپیه کچلوی ایراته، ایر بیاوردم به 120 روپیه کیلو، 30 روپیه ما میدیم به 35 روپیه. انا اور بیاوردم، پیاز بیاوردم، من به 95 روپیه تقریبا 100 روپیه فکس میفته. بسیار خوبه، تشکر عبدالقادر جان، سلامت باشین، موفق باشین. دوستان عزیز در اینجا دکانهای میوه فروشی چند تایی هست، همسایه شما هم دکان میوه فروشی دارن؟ بله. خب وارد از این دکان هم میشیم یک پرسان داشته باشیم ببینیم که چی رو میوه هست.
شما خوبی نجیبورا؟ نجیبورا خوبیم، سعدمندیم، تا خوشحالیم. سلامت باشیم، معرفی هم داشته باشیم. باشه. برام خدا محمد رضا محمد نعیم از سلیت عز باشه نگان شهر ایران. محمد رضا جانم تو خوب با انرژی گپ زدیم. محمد رضا جان بله، هوا گرمه برا. هوا گرمه، تاثیر گذاشته. جان بله کامل. فکر کنم که مشتری دارن، جواب از اونا رو بدین. کلی صدر بخوره. صدر. برو کم تر مثل. وار داره مخو، مشکل نداره. خوبه که زود قناعت میکنیم رضا جان. چگاه کنیم خود اصلافه بشه بگیم سودا خونیه دیگه، هر رقم بشه بعد خود مشتری ها سودا کنن بگیم. خیلی که چنه نمیزنم خودش خوبه دیگه، بادا چنه خوبه باید بزنم بگیم. چون بالاخره نظر به وضعیت اقتصادی کم و بیش چنه زدمش. و توت فرنگی، خب ببینیم که جواب از اونا رو بدیم. گلاس بله. دوستان عزیز، این بازار هر وقت که از اینجا عبور بکنیم حتما امکان داره شلوغ باشه. ما وارد دکان شدیم و مشتری هم همچنان اومد. میوه های رنگارنگ بسیار خوب زیبای اینجا یافت میشه. یک باری که شما بیاین داخل از دکان های میوه فروشی باز میبینیم که چقدر روح شما تغییر میکنه، ذهن شما و نگرش شما. و در اینجا اون قسمه که دوست عزیز ما گفتن در 4 فصل سال میوه یافت میشه، یعنی اگر در خود هرات هم نباشه، از خود بالاخره سایر ولایات هم نباشه، میوه اینجا وارد میکنن. حالا فصل میوه هم نباشه، به هر حال امکان داره هر از گاهی میوه شما حواس بکنین. و انگورایی که اینجا هست فکر کنم انگور روچه، دکان پیشتری که ما رفتیم انگور لال هم داشتن و آلوهای سیاه و زردالو، شفتالو و سایر میوه های تازه ای که هست. خب جواب مشتری رو دادین شما محمد رضا جان. خب چی خرید کردم؟ همین آلو بالو خریدم را. آلو بالو. بیاین داخل دکان بیاین. خب جای اخی دارین اینجا. باید به خاطر میوه اینجا کم سرد باشه. آلو بالو کجا بود؟ آلو بالو سمت کابل بود. سمت کابل؟ جان بله. فعلا فکر کنم بیشتر از اون سمت میاد. بیشتر از سمت شمال میاد، چون که از سمت هرات اینا هست رو به خلاصیه دیگه، کم مونده. از این سمت شروع به آوردن میکنم تا که خلاص شد. بسیار خوبه. و میوه‌ای که اینجا هست کدام میوه به این دکان یافت میشه که به دیگه دکان ها نباشه؟ کم یافته؟ مثلا به این دکان های دوروبر کمتر دیده باشه یافت نشه دیگه. میوه که برای فعلا خب چندان میوه خواستی نیه، می وقت فصل میوه ای ریتی هر نوع میوه یافته؟ هر نوع میوه هسته، ولی بیشتر این میوه هایی که یافته میشه مثلا همین نارگیل و آناناس و ایناه که اینا فصل اینا کلن نیه، چون وقت میوه ای ریتی اینا کسی نمیاره. اما از آناناس گفتین؟ بله. دیگه موقع سال که از این مسیر رو عبور بکنه حتما اگر به دیگه جا نباشه آناناس به اینجا یافت میشه؟ جان بله هست دیگه، این سال به خاطر هم شرایط مردم، شرایط اقتصادی مردم، هم به خاطر که کسی وارد کردن نمیتونه چون خیلی قیمت گزاف. کجا میای آناناس؟ اونا تقریبا از سمت فیلیپین و اینای. خب قیمت بسیار گزافی هم شاید داشته باشه. قیمتی به خاطر قیمتی اونا برا. معمولا کیلو چند میومد دیگه سالا؟ معمولا دیگه سالا میومد دونه ای بود که دیگه سالا به تقریبا بالای ما دونه 2.5 میفته. بالای 2.5؟ آره، ما به تقریبا 280-300 قیمت میدادیم. آخره سال که بیاریم تقریبا 300-350 بالای خود ما میفته. کسی بور خریده نمیتونه، با یکی دقیقه دقیقه کلا هم فایده بیشتر میشه. بله درسته. تشکر محمد رضا جان، موفق باشین به کاروبار شما رو نخ. سلامت باشین. تشکر از شما، خیر بینید. خیر باشین. و جانی سپاس از همه بیننده های عزیز برنامه چهار بازار. رسیدیم به پایان این برنامه. از دکان های میوه فروشی برنامه تقدیم شما شد و آشنا شدیم با میوه های تازه و فصل میوه های تازه که فعلا هست. امیدوار هستم که لذت برده باشین. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.